بیستمین روز بهمن ماه منطبق با 9 فوریه سال 245 خورشیدی برابر با 867 میلادی، یعقوب لیث سرانجام پس از مبارزات بسیار توانست شهرهای هرات، بامیان، بلخ، کابل، غزنه و بست را از سلطه اعراب خارج کند. سال 819 خورشیدی برابر با 1441 میلادی، زادروز نظام الدین میر علی شیر نوایی، معروف به علی شیر، شاعر، دانشمند و وزیر سلطان حسین بایقرای گورکانی. سال 942 خورشیدی برابر با 1564 میلادی، درگذشت آندری وزلیوس، کالبد شکاف معروف بلژیکی که تلاش‌های زیادی برای شناختن عملکرد اعضای مختلف بدن از طریق تشریح انجام داد و نتایج تحقیقاتش را در کتابی به نام کارخانه بدن انسان گردآوری نمود. سال 981 خورشیدی برابر با 1603 میلادی، شاه عباس صفوی حملاتش را برای تصرف آذربایجان از دست دولت عثمانی آغاز کرد. سال 1018 خورشیدی برابر با 1640 میلادی، درگذشت سلطان مراد چهارم، امپراتور عثمانی، در حالی که برای جنگ با ایران وارد بغداد شده بود. سال 1027 خورشیدی برابر با 1649 میلادی، پس از شکست سلطنت طلبان انگلستان از نیروهای الیور کرامول، مجلس این کشور نظام پادشاهی را لغو و حکومت جمهوری را جایگزین آن کرد و کرامول را به عنوان اولین رئیس جمهور انگلستان برگزید. سال 1241 خورشیدی برابر با 1863 میلادی، اولین جلسه کمیته بین المللی صلیب سرخ در ژنو به نام جمعیت فواید عام تشکیل شد. سال 1287 خورشیدی برابر با 1909 میلادی، پس از به قدرت رسیدن محمد علی شاه و بی‌اعتنایی او به نهضت مشروطیت و قیام مردم در شهر تبریز به رهبری باقرخان و ستارخان و ماها محاصره شهر توسط قوای دولتی و مقاومت سرسختانه مردم تبریز، پس از 10 ماه سرانجام سربازان روس به بهانه حمایت از خارجیان وارد شهر شده و محاصره پایان یافت. سال 1291 خورشیدی برابر با 1913 میلادی، دولت وقت ایران به فاصله 1 هفته امتیاز ایجاد راه آهن آذربایجان و استخراج معادن طرفین آن را به روسیه و عیناً چنین امتیازی را در خوزستان به علاوه اسکله ها و بارانداز های خرمشهر را به انگلستان واگذار کرد. سال 1302 خورشیدی برابر با 1924 میلادی، منطقه نخجوان که طبق قرارداد ترک مخاصمه ایران و روسیه موسوم به ترکمنچای از ایران جدا شده بود، از سوی دولت مسکو به صورت یک منطقه خودمختار اعلام شد.